بری به دنیا بگی که اینا نظام حکومت قمکش بودن، ضد ایرانی بودن، ما ایرانیم، از ما تاوان و توعون نگیرید. این عاشقتونم. همین یه سنده، یه مدرکی که اینو به دنیا نشون میده. به چین داریم میگیم که قرارداد نبند با جمهوری اسلامی. مردم ایران دارن میگن نه به جمهوری اسلامی. عجب عجب، این کیه صداشو داره پخش میکنه؟ هم امیدانا حرفش چرته، همین کسایی که داره حرفشون پخش میکنه. مردم ایران دارن به دولت چین میگن که با ایران قرارداد نبند، برای اینکه مردم ایران ناراضین. آخه دولت چین اصلا حرف مردم خودش براش مهمه که بیاد حرف مردم ایران براش مهم بشه؟ این کی حرف کی رو داره پخش میکنه؟ دولت چین به مردم که میاد آدم ها رو میندازه زندان بدون جرم فقط به خاطر اینکه یه حرف زدن علیه دولت چین. خودش از جمهوری اسلامی هم بدتره. بعد شما میگین که آه بیاییم به دولت چین بگیم که با ایران قرارداد نبند برای اینکه مردم ایران نمیخوان. تا اول دولت چین رو یه کار بکن که به حرف مردم خودش گوش کنه، بعدم بیا به فکر این باش که به مردم ایران گوش کنه. این کیه حرف عجب موندم، این کیه حرف کی رو داره پخش میکنه؟ قرارداد نبند به جمهوری اسلامی. این نگاه کن عجب حرفایی داره میزن. همین یه سنده، یه مدرکی که اینو به دنیا نشون میده. به چین داریم میگیم که قرارداد نبند به جمهوری اسلامی. مردم ایران دارن میگن نه به جمهوری اسلامی. عجب حرفی زد این کسی که بود. آها چینم واقعا شما یعنی واقعا اینا تو دنیای زندگی میکنن که اندازه دارن چین بیاد، دولت چین بیاد بگه اه جمهوری اسلامی ما قرار بود به تو قرارداد ببندیم، ولی الان تازه فهمیدیم که مردمت باید از ان ناراضی هن. مردم ایران از ان ناراضی هن. این چه؟ این عجب عجب عجب. بقیهش مهم نیست دیگه، بقیهش مهم نیست. خدایا خدایا اینا کی هن دیگه؟ اینا کجا اومدن؟ به هر حال رسمن داره سوتی میده، میگه اگر آخوندا سقوط کنن تا نوه و نتیجه‌مون باید تو اون بس بدیم. قربونتون برم. وقتی که ما میگیم هژمون گفتار ما، حرفایی که داریم میگیم دیگه، یواش یواش خودتون دارید اعتراف میکنید. این حقایق داستانه. کسانی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستید، بدانید جمهوری اسلامی آخرین حکومت یک پارچه ایرانه، به هزاران دلیل تاریخی و اینا. حالا خیلی‌ها میگن آقا قبلا مثلا جمهوری اسلامی نبود، حکومت‌ها میرفتن. بله قبلا آره، شرایط رو باید نگاه کنی، بایستی به قول آقای خامنه‌ای بصیرت، به قول منم بینش، بینشش رو داشته باشی. به هزاران دلیل جمهوری اسلامی سقوط کنه، ایران میماند، 100% ایران میماند، منتها موقعیت جغرافی ایران دستخوش تغییرات میشود. عزیز دل به قول این یارو برقرار باشی، اون دستخوش تغییرات میشه تهران، اصفهان، شیراز. این سه تا استان رو داشته باش اگه حال بهمون بدن، با این سه تا استان ایران رو تشکیل بده. خب همون آلمانی هم که مثال زدی اینطوری نشد، همین آلمانی هم که داری مثال میزنی اینطوری نشد، موند آلمان. کردستانت رفت، آذربایجان رفت، متاسفانه گیلانت رفت، خراسانت به یه شکل دیگه، همه جا میره. سیستان بلوچستان که نگم براتون، خوزستان که نگم براتون، ولی ایران میمانه. من یه ذره نمیدونم چی شد، فکر کنم کیفیتشو بیارم پایین. صدای منو دارین؟ بله. در طول تاریخ هم ایران مانده، منتها زمانی از مرزهای چین تا مرزهای مصر ایران بوده. حالا الان یه خورده ایران تغییر پیدا کرده، شبیه این گربه یه که الان میبینی. آره عزیز دل، ایران میماند. کدوم ایران میماند؟ و اینا هم دارن میگن تازه همون ایرانی که میماند، به قول این یارو، تا نتیجمون باید تو اون پس بدیم به این غربیا. هرسشون در اومده. اینا بعد از جنگ هرسشون در اومده. باور کن مشکل هرس مثل ایرانی ها نیستن واقعا اینا، من تا ندیدم. البته به این تقصیر ایرانی هم نیست، از لحاظ فرهنگی وقتی که توی همچین شرایط کشوری هست خیلی یعنی طبیعیه که اینجوری، یعنی تمام البته تمام خاورمیانه اینجوری فکر میکنه. هرساشون در میاره، هرساشون در اومده. خب پس چرا الان انقدر با آلمان دوستن؟ چرا انقدر آلمان اصلا کمک کردن بعد از این جنگ جهانی دوم که آلمان انقدر شکست خورد از لحاظ اقتصادی؟ چرا همه این کشورها اومدن کمک کنن که دوباره بازسازی بکنن؟ کسی که دشمنشون بود، باور کن 5 سال نگذشت،
5 سال نگذشت که اینا از انتقام جویی گفتن بیا ما بازسازی بکنیم آلمانو. ژاپن هم نگاه کن، ژاپن الان از آمریکا میخواد انتقام جویی کنه. کدوم هرس؟ کدوم هرس؟ این مشکل ما خود ایرانیاس الان که انقدر هرس میخوریم از یک از عربا مثلا بعد از 1400 سال. این مشکل ماست. البته مشکل کشورهای دیگه هم هست، ولی مثلا کشورهای آره مثلا فقط هم من نمیخوام بگم که مثلا ما بدترین هستم، مثلا اینجوری نیست، ولی که مثلا کشورهای اروپای غربی این مشکل کمتر دارن، ولی خب مثلا تو چین هم این مشکل هست. چین مثلا با ژاپن، کره جنوبی با ژاپن این مشکلات هست. ولی خب یه طرز تفکر خیلی زشت قدیمیه که این کشورهایی که الان امید داره ازش صحبت میکنه این مشکل رو ندارن. تازه دارن ولی خیلی کمتر دارن. الان تازه داره یه ذره متاسفانه این طرز تفکر تازه یه مقدار برمیگرده. جنگ جهانی دوم تدوین کردن مافیای بین المللیشون رو. فکر نمی کردن کشوری چون ایران بعدن قد علم کنه. ایرانی که تو سر رضا شاهش می زنن، ایرانی که تو سر محمد رضا شاهش می زنن، ایرانی که تو سر قاد. من یه چیز دیگه هم بگم، ببینید این کشورهایی که امیدان الان داره صحبت میکنه همشون کسایی که مدیریت میکنن تو این کشورها همشون یه فکر نیستن. خب خیلی با هم اختلاف نظر دارن و اتفاقا این مقاومتی که مثلا میگه جمهوری اسلامی داره میکنه یا دخالت هایی که مثلا توی کشور دیگه جمهوری اسلامی میکنه خیلی کسا هستن توی آمریکا، مثلا توی حتی اسرائیل، توی اروپای غربی که اینو میخوان که مثلا به نفعشونه که جمهوری اسلامی بیاد هی این ور اون ور هی انگولک بکنه کشور دیگه رو. خب برای اینکه اسلحه دارن بفروشن، یعنی یه مقدارم براش بعضی هاشون البته همشون خیلی اختلاف نظر زیاده، یعنی بعضی موقع وقتی که مثلا میان درباره منم اگه اتفاقا این کار کردم جلو منو بگیرین، اگه مثلا درباره آمریکا اومدم یه جوری حرف زدم که انگار مثلا آمریکا همه کسایی که توی سیاست آمریکا هستن یه فکره، یا تو سیاست اسرائیل هستن یه فکره، اینجوری اصلا نیست. خب بعضی موقع منم این اشتباه رو میکنم، مچمو بگیرین وقتی این کارو کردم. ولی این توی خیلی گروه های با قدرتی هستن تو نظام همه این کشورها که الان حتی نگرانن که آیا ایران میتونه، دولت ایران میتونه به شکل قبل بیاد انگولک بکنه که بهونه بشه برای اسلحه فروشی و دخالت خودشون. یعنی خیلی ها اومدن الان مثلا میگن که امیدواریم چین بتونه به اندازه کافی به ما بهونه بده که بیایم ارتش رو بزرگتر بکنیم، برای اینکه کشورهایی مثل ایران و این داعش که سقوط کرد، داعش خیلی خوب به نفعشون بود برای مدت، کشورهای ایران به خاطر اینکه اقتصادشون که ضعیفه توی آینده کمتر بتونه برای اینا مزاحمت ایجاد کنه، میگن خب بیاین الان حساب کنیم، سرمایه گذاری کنیم روی این که بگیم چین خطرناکه. البته خب چین خطرناک هست، خب ولی چین جوری که خطرناکه به اون شکلی خطرناک نیست که این کسایی که مثلا توی اقتصاد اسلحه فروشی آمریکا و کشورهای دیگه دخالت دارن به اون شکلی که اونا میگن چین خطرناکه، خطرناک نیست، یه به شکلهای دیگه خطرناکه و خیلی هم خطرناکه. خب از لحاظ حقوق بشری اینکه چین بخواد بشه یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان، از لحاظ حقوق بشری و از لحاظ استاندارد حقوق بشری تو تمام جهان خیلی خطرناکه. این که مثلا یه زمانی حتی به یه شکلی، حتی به شکل خیلی کمی، وقتی یه کشورهای میخواستن بیان قرض بگیرن، بخوان بیان با کشورهای دیگه درست بازی بکنن که اقتصادشون درست بشه، حداقل یه ذره باید ادا میومدن که حقوق بشرشون یه مقدار بد نیست. البته بعضی موقع اصلا لازم نبوده مثلا بسان سودیا، ولی تا یه حد حداقل یه بازی میومدیم که حالا حقوق بشر یه ذره جون خودت یه ذره درست کن که ما بتونیم بیاد بیام درست اقتصاد بازی کنیم. وقتی چین بیاد بگه که ببین بهت قرض میدن، من اصلا حقوق بشرت برام مهم نیست، تو این دنیا واقعا حقوق بشر سقوط خواهد کرد توی همچین دنیایی. خب از خیلی لحاظای دیگه چین اینکه چین داره اینقدر قدرت پیدا میکنه خطرناکه برای همه جهان. خب
ولی خب این بهونه میشه، اینا بهونه است، اینا بهونه است و به نفع اینکه آمریکا که جمهوری اسلامی بیاد تو عراق دخالت بکنه بهونه میشه برای بزرگترین شرکت های اسلحه فروشی که ما نمیتونیم اینجا نباشیم، برای اینکه اگه نباشیم خب ایران بیشتر میاد دخالت میکنه، یعنی باید ایران به نفعشونه.